اما ویژگی های فرعی جزسه که خیلی ازشون سوال نمیاد، اما اگر بیاد سوالای قشنگی دارن، دقت بکنیم. اولین چیزی که میخوایم ببینیم براکت 2x میشه براکت x بزاره براکت x بزاره 1/2. من همیشه اینو اینجوری به بچه ها یاد میدم، میگم خانم ها آقایون، ما گفتیم اگر یه عبارتی جمع شو عدد صحیح باشه تو براکت میاد بیرون. حالا برای بقیه حالت ها چیکار کنیم؟ یعنی اگه یه عدد صحیح داشت ضرب میشد چه کاری بکنیم؟ برای اینم باید یه نسخه ای داشته باشیم. ببین با مثال یاد بهت میدم. براکت 2x هست براکت x بزاره براکت x اضافه 1/2. براکت 3x باز ببین براکت x رو داره، این کسره شد 1/3. چرا؟ ضریب این 3 اونم رفته تو مخرج. براکت x بزاره 2/3. یعنی تا کجا پیش رفته؟ تا جایی که صورت یه دونه مخرج کمتر باشه. حالا میخوایم براکت 4x رو با هم ببینیم. ببین براکت x داره، مخرج چند شده؟ 4. یعنی میشه x بزاره 1/4، 2/4 تا 3/4. یعنی مثلا اگر بود براکت 10x تا چند پیش میرفتیم؟ 9/10. از براکت x شروع میشد و براکت x اضافه 1/10 و الی آخر تا براکت x اضافه 9/10. حالا میخوانیم از این چجوری میتونیم سوال داشته باشیم. اولیش گفته معادله براکت 2x مساوی براکت x اضافه 3 را حل کنید. خب این سمت چپ نگاه کن، براکت 2x و همین چیزی که الان یاد گرفتیم جاش بذار. یعنی ببین براکت 2x میشه براکت x بذار براکت x اضافه 1/2 مساوی شده با براکت x بذار 3. از طرف این براکت x ها ساده میشن با هم دیگه. پس براکت x اضافه 1/2 مساوی با 3. گفتیم براکت مساوی هر عدد صحیحی باشه، تاکیدم رو عدد صحیحه، براکت مساوی هر عدد صحیحی باشه داخلش میشه بین خودش و یه دونه بیشترش، 1/2 اضافی اینجا منهای 1/2 میکنیم، x میشه بین 2.5 تا 3.5. دیگه چی میتونیم داشته باشیم؟ این سوال رو نگاه کنید، بسیار سوال قشنگیه. اگر براکت x به اضافه براکت x منهای 1/3 منهای براکت x بزاره 2/3 مساوی 1، آنگاه x در کدام بازه قرار دارد؟ یه خورده قشنگ اینو نگاه کن. شما ظاهر این رو که نگاه میکنی یاد اون براکت 3x میفتی، میگه آقا 1/3 داره 2/3 داره، ولی یه مشکلی هست. این از براکت x منهای 1/3 ما اونجا باید داشتیم چی؟ به اضافه 2/3. خب چه کنیم؟ نگاه کن، این داده مسئله به ماست. من میام به جای منفی 1/3 می نویسم 2/3 منهای 1، همونه دیگه، فرقی نمی کنه. این منفی 1 مگه عدد صحیح نیست؟ از داخل براکت میتونه بیاد بیرون، پس اینو میاریم بیرون. وقتی که این بیاد بیرون ببینیم چه اتفاقی میفته. میشه براکت x، براکت x بزاره 2/3 منهای 1 منهای براکت x بزاره 2/3. خب این براکت x بزاره 2/3 با هم چی میشن؟ ساده میشن. خب این منهای 1 رو بیاریم بر میشه 2، یعنی براکت x میشه 2، براکت مساوی هر عدد صحیحی باشه داخلش میشه بین خودش و یه دونه بیشترش. کل حل سوال وابسته به این بود که به جای منفی 1/3 بنویسیم 2/3 منهای 1. شما این جور سوالا رو باید دیده باشین تا این به ذهنتون برسه. ابتکار به هر حال دیگه، ولی باعث میشه خیلی سریع سوال حل بشه. اما سه تا نکته با هم ببینیم. نکته اول، میگم هر عدد از جزء صحیحش به اضافه جزء اعشاریش تشکیل شده. پس هر عدد از جزء صحیحش به اضافه جزء اعشاریش تشکیل شد. منظور از جزء اعشاری چیه؟ نگاه کنیم. x مثلا 2/7. خب جزء اعشاریش میشه 7. ولی تو منفی های خود دقت کن. تو منفی ها مثلا الان این هست منهای 2/8. یه خود یه دقیقه منفی ها رو نبین. از 2/8 تا 3 چقدر فاصله داره؟ 2/10. پس جزء اعشاریش میشه 2/10. این یکی رو تو بگو. x از منفی 3/6. منفیشو نبین، 3/6. چقدر فاصله داره تا بالا؟ 4/10. پس جزء اعشاریش میشه چقدر؟ 4/10. مثلا با هم تمرین کنیم. منهای 1/3 چقدر میشه جزء اعشاریش؟ از 1.3 تا 2 فاصله چقدر؟ 7/10. پس جزء اعشاریش میشه 7/10. پس تو منفی ها منفی ها رو نبین، ببین فاصلهش تا بالا چقدره. نکته دوم، میگه جزء اعشاری همون x منهای براکت x. x منهای براکت x
توی قسمت‌های قبلی دیدیم هر چی منهای براکتش هست بین 0 و 1، پس جزء اعشاری حتما یه عدد بین 0 و چنده؟ 1. نکته سومی که هست، یک ویژگی از براکت میگه براکت x به اضافه y میشه براکت x به اضافه براکت y به اضافه 1 اگر جمع جزء اعشاریش بزرگتر مساوی 1 باشه. میشه براکت x به اضافه براکت y اگه جمع جزء اعشاریش کوچیکتر از 1 باشه. این رو هم حتما باید شما به خاطر بسپارید، ویژگی خوبیه. خب سوال رو ببینید، گفته اگر براکت x به اضافه y مساوی براکت x به اضافه براکت y، حاصل x به اضافه y منهای براکت x به اضافه براکت y کدام میتواند باشد؟ اول بریم ببینیم داده مسئله به ما چی. مسئله به ما گفته براکت x به اضافه y هست براکت x به اضافه براکت y، اینو به ما داده. وقتی این اتفاق میفته یعنی جمع جزء اعشاری ها کوچیکتر از چند؟ 1. پس حواست باشه اینو سوال داده، معنی این اینه که جمع جزء اعشاری x و y کوچیکتر از چند؟ 1. حالا بریم سراغ خواسته سوال. خواسته سوال اینه، الان ما خواسته سوال رو داریم، اگه خورده اون منفی رو ضرب کنیم مرتب بنویسیمش میشه x منهای براکت x به اضافه y منهای براکت y. هر چی منهای براکتش ما میدونیم هست جزء اعشاریش، یعنی این میشه همون پی ایکس، این هم میشه همون پی ایگرک، یعنی در واقع طرح ما رو سر کار گذاشته، خودش گفته که جمع جزء اعشاری ایکس و ایگرک کوچیکتر از یکه، خواستش هم اینه جمع جزء اعشاری ایکس و ایگرک چنده. خب باید یه عدد کوچیک‌تر از یک انتخاب کنیم. تو کلاس ها ما میگیم خب کدوم میشه؟ بعضیا میگن 4. بابا جزء اعشاری ها همیشه مثبتن، مگه میشه با هم جمعشن بشه منفی؟ پس تنها گزینه ای که جمع جزء اعشاریشون کوچیک‌تر از یکه گزینه دوه که 7/10. چرا؟ چون جزء اعشاری ها عدد مثبتن. پس توجه کن، خود طراح این داده رو داده بود، ما فهمیدیم جمع جزء اعشاری کوچیک‌تر از یکه، خواستش رو ساده کردیم شد جمع جزء اعشاری ها، پس خودش گفته بود کوچیک‌تر از یکه، گزینه‌ای که کوچیک‌تر از یکه رو انتخاب میکنیم. سوال بعد گفته با فرض آن که x به اضافه براکت y مساوی 3/7 و براکت x به اضافه y مساوی 3/9، مقدار x کدام گزینه میتواند باشد؟ یه لحظه اینو نگاه بکن، گفته x به اضافه براکت y 3/7. خب براکت ایگرگ حتما حاصلش عدد صحیحه، اینجا هم همینا رو نوشتیم، پس این 7/10 مال ایکس بوده، پس قسمت اعشاری ایکس بوده 7/10. حالا دونه دونه گزینه ها رو بررسی میکنیم، هر کدوم قسمت اعشاریش باشه 7/10 جوابه. نگاه کن، گزینه اول منهای 2/7، گفتم جزء اعشاری عدد منفی ها، منفی ها رو نبین، 2/7. چقدر فاصله داره تا بالا؟ 3/10. پس جزء اعشاریش میشه 3/10. گزینه دو 2/3. خب این که عددهای مثبت همون اعشاریشو میگیم جزء اعشاریشه، نگاه کنیم میشه 3/10. اینم بازم به درد ما نمیخوره. منفی 2/3، منفیشو نبین، 2/3 تا بالا چقدر فاصله داره؟ 7/10. پس جزء اعشاریش میشه 7/10. خب جوابمون همینه دیگه. اون یکی هم نگاه کن، باز منفیشو نبین، میشه 2/9 تا بالا چقدر فاصله داره؟ 1/10. پس اینم میشه 1/10. اینم به درد ما نمیخوره، یعنی جواب گزینه چندم میشه؟ 3. اما حالا میخوایم نامعادله حل کردن تو براکت رو یاد بگیریم. گفتم جواب نامعادلایزی را بیابید. اینا این نکته دارن، تو اسلایدهای بعدی نکته حفظیش رو میبینیم، دوست داشتی حفظ کن، ولی من پیشنهادم اینه همینی که من میگم بفهم چجوری به دست میاد، حفظ نکن اونو. اولی گفته براکت x بزرگتر مساوی 2، من یه سری سوال از خودم میپرسم، میگم آیا x میتونه خود 2 باشه؟ آره، چون براکت 2 میشه بزرگتر مساوی 2. x میتونه 2 خورده‌ای باشه؟ آره، چون براکتش میشه 2 باز مساوی برقراره. x میتونه 3 باشه؟ آره، 3 بزرگتر از 2. حالا x میتونه 1 خورده‌ای باشه؟ نه، چون براکتش میشه 1 بزرگتر از 2 نیست، بنابراین جواب اولیه میشه x بزرگتر مساوی 2. پیشنهادم اینه سوالایی که ازتون میپرسم شما تو خونه هی تکرار کنید برای خودتون که بتونید راحت بفهمید. اینو نگاه، x میتونه اینجا 2 باشه؟ نه، چون اگه براکتش بشه 2 اینجا حالت مساوی برقرار نیست.
ایکس میتونه دو خورده ای باشه؟ نه، چون براکتش میشه دو و حالت تساوی بازم برقرار نیست. ایکس میتونه سه باشه؟ آره، چون براکت سه میشه سه از دو بزرگتره، پس میشه ایکس های بزرگتر مساوی سه. بعدی رو ببین، هی سوالا رو خودت تو خونه جواب بده وقتی داری اینو میبینی. براکت ایکس کوچیکتر مساوی دو، ایکس میتونه خود دو باشه؟ آره، چون حالت تساوی برقراره. ایکس میتونه دو خورده ای باشه؟ آره، چون براکت دو خورده ای میشه دو، باز حالت مساوی برقراره. حالا آیا ایکس میتونه سه باشه؟ نه، چون اینور میشه سه. آیا سه کوچیکتر از دوه؟ نه، پس ما باید ایکس همون کوچیکتر از چند باشه؟ سه باشه. آخری دیگه الان فهمیدی چه سوالایی میخوایم بپرسیم. ایکس میتونه خود دو باشه؟ نمیتونه، چون اگه اینجوری باشه اینور میشه دو کوچیکتر از دو، برقرار نیست. دو و خورده ای میتونه باشه؟ نه، چون دو خورده ای براکتش میشه دو کوچیکتر از دو، برقرار نیست. یک و خورده ای میتونه باشه؟ آره، چون براکتش میشه یک کوچیکتر از دو، پس تمام ایکس های کوچیکتر از دو میشن جوابمون. مثلا الان اگر اینجا بود چهار، مثلا بود براکت بزرگتر از چهار، من با چهار مقایستش میکردم. حالا این روشیه که اینجوری حل بکنی، بازاد از مفهومش بتونی حل کنی. میتونیم این نکته رو یاد بگیری، مثلا یاد بگیری که براکت یو بزرگتر مساوی آ عدد صحیح باشه میشه یو بزرگتر مساوی آ. مثلا براکت یو بزرگتر از آ عدد صحیح باشه میشه یو بزرگتر مساوی آ به اضافه یک. مثلا براکت یو کوچیکتر مساوی آ عضو زد میشه یو آی کوچیکتر از آ به اضافه یک. و در نهایت براکت یو کوچیکتر از آ عدد صحیح باشه میشه یو آی کوچیکتر از آ. میتونی اینا رو حفظ کنی، میتونی حفظ نکنی. اگر از اون روش قبلی که گفتم راحت به دست میاری، از همون استفاده کن. در غیر این صورت اینا رو حفظ کن و سوالا رو با این حل بکن. گفته اگر براکت x بزن 2 منه 6 تا براکت x بزن 8 کوچیکتر از 0، مجموع جواب کدام است؟ خب ما باید یه نامعادله حل کنیم. برای اینکه اون نامعادله رو راحت حل کنیم، سریع بنویسیم. براکت x رو میگیریم t، یعنی میشه t2 منه 6 تا بزن 8 کوچیکتر از 0. تجزیهش کن میشه تی منهای دو در تی منهای چار کوچیکتر از صفر. جدول تعیین علامت تی میشه بین دو و چار، مثبت منفی مثبت، ما منفی ها رو میخوایم، پس تی میشه بین دو و چار. اما تی نمیخوایم، ما ایکس رو میخوایم. تی بود براکت ایکس، پس براکت ایکس میشه بین دو و چار. اینجا بعضیا میان این وریه رو حل میکنن، این وریه رو حل میکنن، اشتراک میگیرن. نمیخواد، مگه براکت عدد صحیح نیست؟ ها، براکت عدد صحیحه. بین دو و چهار چه عدد صحیح داریم؟ فقط سه. خب پس براکت باید بشه سه، اون موقع ایکس میشه بین سه تا چند؟ چهار. حالا فرض کن مثلا این تو دو تا عدد صحیح داشتیم، مثلا اینجا بود دو تا پنج. خب میگفتیم براکت هم میتونه سه بشه هم میتونه چهار بشه، هر کدومو حل میکنیم جواب به دست میومد. پس چون این وسط تنها عدد صحیح سه هست، پس ایکس میشه بین سه تا چند؟ چهار.